در حقیقت امراض قلبی و امراض بینایی در حقیقت و امراض جسمانی، اینا همه از قلب سرچشمه میگیرند. وقتی شما قرآن را باز کنید، سوره بقره را نگاهی بندازید، در اولین آیات سوره بقره الله تعالی صفات متقین را بیان می کند، انسانهای خدا ترس را معرفی می کند و صفات زیبای اونها را ذکر می کند و بعد از اون در مقابل حق و حقانیت کفار را ذکر می کند که کفار منش و فکرشان، جمعیت و اندیشه اونها در مقابل مسلمان ها قرار داره و جماعت سومی که قرآن مجید معرفی میکنه جماعتی هست که قلب اونها در اسلام هم خالص نیست، در کفر هم قلب اونها خالص نیست، بلکه دنبال منافع خودشان هستند. اگر منافع خود را در جمع مسلمان ها ببینم، در جمعیت مسلمان ها به رنگ و شکل و قیافه مسلمان ها در می آیم. اگر منافع خود را در جمعیت کفار ببینم، به لباس و قیافه کفار در می آیم، به رنگ کفار در می آیم. اینها را به عنوان منافق الله تعالی در قرآن مجید بیان می کند. اینها کسانی هستند که ظاهراً خودشان را بزرگترین دانشمند می‌دانند، بزرگترین عاقل می‌دانند و مصلح می‌دانند، خیرخواه برای بشریت می‌دانند، اما در حقیقت نه اینها مصلح هستند، نه انسان‌های صالحی هستند، نه خیرخواه هستند و نه هم به حقیقت نزدیکند. اینها این گونه نیستند، اینها درنگن. قرآن اینها را به عنوان منافق بیان می کند. یک مسلمان نمی تواند در قلبش نفاق باشه مگر اینکه مسلمانی نباشه، چون هر جا حق را ببیند مسلمان در کنار حق قرار می گیره، هیچگاه در کنار باطل قرار نمی گیره. اگر نداند، تشخیص ندهد، یه چیزی دیگر هست، اما در صورتی که حقیقت را می داند کنار حق قرار میگیره. الله تعالی از اولین مسخره کنندگان به اسلام و مسلمین، از اولین کسانی که در صف مسلمان ها قرار میگرفتن، حتی در صف نماز هم قرار میگرفتن، گاهی در جهاد هم شریک میشدن، اما وقتی از صف مسلمان ها از مسجد بیرون میرفتن، در کنار کفار قرار می گرفتن، می گفتن ما با شما ایم، اما مسلمان ها را مسخره می کنیم، اونها را فریب می دیم، منافع ما اونجا هست. الله تعالی آیاتی نازل کرد، نفاق اونها را برای همیشه برای انسان های حق جو و حقیقت آشکار کرد. یک مسلمان مسیر خود را مشخص میکنه، مسیر مسلمان با حق و حقیقت هست، هیچگاه دنبال باطل نمیره، هیچگاه به خاطر منافع خودش دست در دست باطل نمیذاره. اگر ضرر هم بکند، ظاهرا ضرر مادی هم داشته باشه، باز هم کنار حقیقت قرار میگیره.